این مبارزه با مستبد است، نه مبارزه با استبداد. مبارزه با استبداد تئوری می‌خواهد. فیلسوفان قرن‌ها کوشیدند تا یک تئوری پدید بیارند که ما امروز نام او حقوق بشر می‌گذاریم. این تئوری مبارزه با استبداد بود. گفتند تا آدمی رو از آن نظر که آدمی است واجد حقوقی ویژه‌ای نشناسیم، قصه استبداد به سامان و به پایان نخواهد رسید. همچنان کسانی خواهند آمد و خودشون رو برتر از دیگران به دلایل و بهانه های مختلف و بعد برای زورگویی رو دوباره خواهند نهاد. جایی که قصه حقوق غائب باشد استبداد جوانه میزند. و چون در انقلاب دینی ما در قیام بهمن تئوری حقوق بشر غائب بود، غیر از این نباید میشد و استبداد دوباره جوانه زد، این بار به نام دین و ولایت. من در سخنی که دو شب پیش داشتم گفتم متاسفانه استبداد دینی مهیب ترین نوع استبداد است، برای اینکه شخص مستبد استبداد ورزی رو تکلیف خودش میداند، در حالی که در استبدادهای غیر دینی استبداد ورزی رو حق خودشون میدانند و از این حیث یک اختلاف بینی بین این دوتا وجود دارد. چنین بود که نمیتوانست انقلاب بهمن 57 به دموکراسی و به حق بشر منتهی بشود. در کلمات بزرگانی که قبل از انقلاب بودند، دو تا رهبر فکری که یکی مرحوم شریعتی بود یکی مرحوم آقای خمینی، تقریبا گفتمان حقوق بشر غائب بود و دم از آن نمی زدند. من به یاد دارم که در طول این مدت وقتی که مرحوم آیت الله منتظری نظری در باب ارتداد دادن، من باب مکاتبه رو با ایشون گشودم که این مکاتبه هم علنی بود و به دلیل همین مکاتبه هم به شدت مورد عتاب آقای محمد یزدی قرار گرفتم که رئیس قوه قضاییه و امام جمعه وقت تهران بود. در یکی از خطبه های نماز جمعه شدیداً به من تاخت که اینها رسوبات افکار غربی است. مرحوم آیت الله منتظری گفته بودند که کافران رو و مرتدین رو باید اعدام کرد به دلیل اینکه اینها در حکم اعضای فاسدی هستند که در ارگانیسم جامعه قرار گرفتند. من برای ایشون نوشتم که شما چرا اصلا از این مسیر وارد میشید؟ چرا از این مدخل پا به درون این بحث میگذارید؟ شما بیایید اولا جامعه رو چرا به منزله یک ارگانیسم میبینید؟ چرا افرادی که افکار دیگه دارن اونها رو منحرف و سرطانی نام میگذارید؟ که همین که این نامگذاری صورت گرفت تکلیف هم روشن است و معلوم است که چه حکمی باید بر اونها پیاده شود. شما بیاید جامعه رو به صورت یک گلزاری ببینید، یک درختزاری که انواع درختها در او هست. حالا تعداد زیادش ممکنه درخت سرو باشه، درخت آلبالو هم هست، درخت سیب هم هست. شما تنوع رو این چنین ببینید، نه اینکه از ابتدا بر تنوع نام بیماری بگذارید و به خاطر دفع بیماری فرمان به قتل و اعدام بدهید. همه حرف من این بود که شما گفتمان حقوقی رو وارد اندیشه فقهی بکنید و از این طریق تفاوت بارزی پیدا خواهد شد در فتاوای شما و در احکامی که به نام دین صادر میکنید. من خیلی خوشنودم، یکی دو بار هم با ایشون من ملاقات داشتم و در پاره از این مسائل با هم صحبت میکردم. من خیلی خوشنودم که مرحوم آیت الله منتظری از تکلیف مداری و حق مداری عبور کردند. یک حکمی از آسمان رسیده، باید اجرا شود. اینکه نتیجه آن چه میشود هم کار ما نیست، هر چه میشود. اما نگاه تجربی و نگاه حقوقی این نیست، نمیگه یه حکمی از آسمان رسیده به حقوق مردم کاری نداریم، نمیگه یه حکمی از آسمان رسیده به نتیجش کاری نداریم. این چیزی نیستش که بشود در دوران مدرن با او سر کرد. اگر شما تعداد زیادی اعدام کردید، سنگسار کردید، دیدید باز هم فحشا از جامعه برداشته نشد و رفت نشد، وقت باید بیاندیشید به اینکه شاید روش این نیست، شاید در جای دیگری چیزی خطا رفته است، اون رو باید اصلاح بکنیم. اگر شما شیوه های اقتصادی ویژه‌ای رو به دلیل فقهی در پیش گرفتید اما دیدید حجم رشوه
در جامعه بالاتر رفت، اونگاه باید به اون شیوه های اقتصادی فقهیتون مراجعه کنید و اونها رو مورد بازبینی قرار بدید. این نگاه تجربی بود. نگاه حق مدارانه هم همون بود که نهایتاً ایشون رو به شهروندی رساند. خوشبختانه کسانی از ایشان نمی ترسیدند. من این رو نقطه خیلی مهمی می دانم. می رفتن حرفا رو با ایشون می زدن. چیزی که در مورد آقای خمینی متاسفانه تحقق نداشت، مخصوصاً در دوران پایانی عمر ایشون. یکی از وزرای سابق خودش به ما می گفت، وزرای کابینه آقای موسوی، می گفت که مسئله جنگ به جایی رسیده بود که همه فهمیده بودن قابل ادامه نیست. هیچ کس جرأت نمی کرد به آقای خمینی بگه. و می گفت من یک بار به آقای موسوی اردبیلی که رئیس دیوان عالی کشور بود گفتم من مطمئنم که شما اونقدری که از آقای خمینی می ترسید از خدا نمی ترسید. گفت والله راست می. این محابت، حالا اسمشو بذارید کاریزما که هرچی میشه، یه عده‌ای رو حقیقتاً ترسانده بود. حرفای دلشون رو نمیتونستن به ایشون بزنن. و چون نظام هم نظام تک نفره بود، تصمیمات در یک جا باید گرفته میشد، متاسفانه این جنگ ادامه یافت. تا جایی که دیگه بانگش چنان بلند شد، گفت زین قصه هفت گنبد افلاک در صداست. همه دیگه شنیدن. و اون بار بود که ایشون مجبور به نوشیدن جام زهر شد. این جام زهر در درجه اول نه تنها مربوط به ادامه جنگ بود، بلکه یکیش هم به دلیل محروم ماندن اون قطب از مشاورانی بود که میترسیدن با او حقیقت رو در میان بگذارن. من یکی از ناکامی های روحانیت پس از انقلاب رو همین میدانم که در موضعی نشستن که مردم از نزدیک شدن به اونها و از گفتن حرف دلشون میترسن، میترسن انگ ضد انقلاب به اونها بخورد، انگ ملحد و بیدین به اونها بخورد. و دوم اینکه با سوزن قدرت خلأها رو رفو میکنن، یعنی هر جا کم آوردن به جای اینکه برهان به کار بگیرن قدرت رو در میان میآورن. مرحوم آقای منتظری مرد بسیار ساده‌ای بود، خیلی نیک محضر بود. شما در حضور او اصلا احساس نمی کردید که در تنگنا هستید یا زبانتون بند میاد به اصطلاح متعارف. خیلی راحت می تونستید با ایشون حرف بزنید و من این رو مطمئنم یکی از نعمتهایی بود که خدا به او داده بود، که همه کسانی که می رفتن پیش او همه چیزها رو راحت می گفتن و به همین دلیل میزان و حجم اطلاعاتی که داشت به نظر من خیلی بهتر و بیشتر از حجم اطلاعاتی بود که آقای خمینی داشت یا پاره ای از افراد نظیر او. به همین سبب از خارج به او خبر می رسید، از داخل به او خبر می رسید، نمایندگان او، دیگران می گفتند که چه چیزی در ذهن مسلمانان و غیر مسلمانان می گذرد، حاجت های جامعه چیست، گره های فکری کدام است. خودش هم مشتاق بود که بشنود، دعوت می کرد و وقتی که پیش او می رفتید به کمال فراغت وقت میگذاشت تا به سخنان شما گوش بده. من این صفت رو در مرحوم آقای بازرگان هم دیده بودم و این آغوش باز واقعا ببینید آدمی است و داده هایی که در ذهن داره. این آغوش باز اینها رو مطلع تر میکرد، آگاه تر میکرد و چون نیکخواهی هم در ضمیر اونها بود، آدمی که خیلی مطلعه میتواند آدم بسیار شروری هم باشه، اون اطلاعات رو بر ضد مردم به کار بگیره. اما وقتی عنصر نیکخواهی هم باشه، اونگاه این اطلاعات میتواند در راه خیر و صلاح عمومی به کار گرفته شود. و این چنین بود که ما از این دو سرچشمه خیر و برکت این همه خیر و برکت دیدیم. خب درسی که اینها برای ما به ودیعت نهاده اند چیست؟ چند تا چیزه. یکی این که آدمی جرأت تغییر نظر داشته باشه. آقای بازرگان اواخر عمرشون آمدن و تقریبا بر یک عمر مبارزه خودش در راه حکومت دینی خط بطلان کشید و گفت دین برای رسیدن به خداست و لاغر، تمام شد.